بجون پسر عالیه، خوبه پسر، خوبه همینطوری، خوبه خوبه، بزن بام بام بام. استاد فاروق لطفاً ما رو تنها بذاریم. داریم اینجا تمرین میکنم. تو هنوز نمیدونی نباید این مدلی جواب منو بدی استاد؟ وقتی میگم برو بیرون مثل آدم برو دیگه. زود باش. ججوک تو هم همینطور. ببین سواش، بوکسور بودنم کار سختی ها. یهو یه روزی مش میخوره تو کلت جونت در میره، مجبور میشه کلا بوکسو بذاری کنار. ورزش همینه دیگه. به خاطر همین باید از فرصت استفاده کنی. اول خودتو گارانتی میکنی تا بعد ببینیم چی میشه. اگه این مسابقه رو ببری 100,000 لیر میبری، درسته؟ پیشنهاد من اینه که این بازی رو ببازو 300,000 لیر ببر. شهرت کلا مسخره بازیه. اگه پول نداشته باشی شهرتم باید بریزی دور. طرف مقابلت هم موافقه. میدونی که اولش در بس میکنیم بعد کنار میاییم. مسئله پوله پسر جون. اسمم ساواش ترکی یلمازه. میگن آدم کم حرفیم ولی من آدم کم حرفی نیستم. دهنم بسته است چون با مشتام حرف میزنم. ساواش ترکی یلماز به یک قهرمان ملی تبدیل شده و در حال افتخار آفرینی برای ماست. شیردل جنگلی یکی روسی دیگه کسب کرد و به کلکسیون مدالاش یه مدال دیگر را اضافه کرد. رقیب روسش رو مغلوب کرد و در رتبه اول اروپا قرار گرفت. مشتمم خفه کردن. شیر دل جنگلی. پنج سال بعد. آرزو امروز برنامه‌مون چیه؟ حادثه ی آسانسور در یک سایت مجتمع‌سازی، انفجار گاز در بورسا، یه زنم که بهش خیانت شده زده به سرش، به شوهرش حمله کرده. خوب کاری کرده، منم بودم دقیقا همین کارو میکردم. کارگرهای پیمانی هم کارو شروع کردن. خوب کردن، والا حق دارن. توی مجلس هم دعوا شده. ببین، یادداشت کن. روزی که یه خبر شاد از مجلس پخش کنی، من این شغلو میذارم کنار. به داداش عامرم بگو نور سمت چپ منو کم کنه، چون وقتی روشنه خیلی بد دیده میشم. خیلی خوب میبینمت. اتاق گریم آماده است؟ آماده است. هاکان ببین چطور به نظر میام. عالی به نظر میرسی، عالی. دوربین باورش نمیشه. داداش عامر؟ بله. میشه با خبر مجلس شروع کنم؟ بذار سریع تموم بشه، خسته شدم دیگه. باشه هولیا، اولین خبرمون اون باشه. دیزم اومد. آماده ایم؟ آماده ایم. بریم برای یه پخش. بینندگان گرامی، به تمام کسانی که در حال تماشای ما هستند شب بخیر عرض میکنم. امروز بازم خبرای تازه‌ای داریم و خیلی سریع با خبر اول شروع میکنم. امروز مجلس بزرگ ملی ترکیه برای حقوق کارگران پیمانی گرد هم اومدن. ببینید بعد از این گرد همایی چه اتفاقی افتاد. اینا نماینده های مجلس هم، رفتارشون واقعا که باشه باشه، برو دیگه برو. آخه مگه اونجا رینگ بوکسه؟ انگار نه انگار مجلس ملی ترکیه است. وقتی نوبت حقوق گرفتن خودشون میشه اصلا جنگ و دعوا ندارن. اصلا. آرزو بازم میگم روزی که ما یه خبر خوب از مجلس پخش کنیم من این کارو میذارم که منو به اتاق فرمان وصل کنید. آخه رفتاراشونو ببین خدای من. اینو خفش کنین. بابا من مقصر نیستم. رو آنتنی؟ قطع کن اون آشخالو.
واکان داره چه غلطی میکنه؟ واکان تو چرا نمیگی رو آنتنی؟ من چه بدونم از اتاق فرما رفتن رو آنتن، چیزی به من نگفتن. یعنی چی سرم تو گوشی بود؟ وای حالیا جلوی زبونتو بگیر دیگه. وای دستم یخ زده، آرزو به ما بده. بدبخت شدم. پخش شد، همش پخش شد. شما نابودم کردین. خولی فکرت داره برای همکارش حرف میزنه. نمیدونست رو آتنه. تبریک میگم هولیا جان، تو توییتر رو ترکوندی. خیلی ممنونم امید خانم، این موفقیت متعلق به هممونه. این که صدات رو آنتن بوده تقصیر تو نیست، ولی چون تو مجری برنامه ای تو مسئولی. قدرت اینو نداریم که با سیاست مدارا وارد جنگ بشیم و اصلاً هم نیازی نیست. باید بذاریم آبا از آسیاب بیفته. آها، مثلا تو سرویس ورزشی کار کن. دلت هم تنگ شده، بالاخره کار تو از اونجا شروع کردی. وای من چه میدونم، برو یه کار هنری انجام بده. من الان هرچی بگم تو میری برعکسشو انجام میدی. اخبار ترکیه خیلی آشفته است، یکی دو ماه بعد همه چی فراموش میشه، تو هم برمیگردی سر کارت. به افتخار کم بوده، به افتخار روزهای قشنگ. داداش یاقوت، من چجوری از این وضعیت در بیام؟ لطفاً یه راهی جلو پام بذار. من خودم رو فراموش کردم. برای اینکه تو کارم موفق بشم همه چی رو عقب انداختم. همه چی رو. مامان و بابا مردن، تک و تنها شدم. 3 ساله با هیچ کس گرم نگرفتم. تو که میدونی انگار همه کم بودم خودنمایی میکنم. من خیلی افسردم. آروم باش آروم. بابات بهت چی میگفت؟ آب میگرده و راهشو پیدا میکنه. گوش کن، برای حفظ سلامت روحیت باید یه مدت کارهای جدیدی رو انجام بدی. باید یکم به ذهنت استراحت بدی. یعنی یه مانع کوچیک میخواد سد راهت بشه؟ شیردل جنگلی قهرمان اروپا شد. ساواش تورکیلماز. آره خوب، چرا که نه؟ همسرشو خیلی زود از دست داده. مصیبت بزرگیه هولیا جون. ما هم دقیقا قراره واسه همین مصاحبه کنیم داداش هاکان. بوکسر بودنش به من ربطی نداره، مگه من یه خبرنگار ورزشیم؟ بوکس بهونه است. میخوام مردم بدونن پشت پرده ورزش چه ماجراهایی جریان داره. یکم از جاده فیلم بگیر، خیلی قشنگ میشه. چشم رئیس. این اطراف خیلی قشنگن ها. طرف واقعا زده به کوه و کمر. دقیقاً کجاست؟ ظاهراً اونجاست. آها، همین که تبر دستشه. و
بریم ببینیم. خسته نباشی قهرمان. امرتون. منو شناختی؟ به جا نمیاره. من هولیا یختیم، گوینده خبرم. داستانتون توجه همو جلب کرد. براتون امکان داره که یه مصاحبه با ما بکنین؟ من هیزم شکنم. داستان قابل توجهی هم ندارم. آقا ساواش، شما یه بوکسر قهرمانین. نمیخوام با کسی حرف بزنم. از اینجا برید. این یعنی چی؟ آقا ساواش لطفا نفر به ما گوش بدید، بعدش تصمیمتون رو بگیرین. اولیا بیا از اینجا بریم، باشه؟ زیاد اصرار نکنیم بهتره. مگه نمیبینی طرف با ما مثل آشغال رفتار کرد؟ من اولین بارم همچین چیزی میبینم. هولیا جون بیا بریم، تا یه برای عجیب سرمون نیومده. بیا بریم، تا برای نگاه کن تو دستش. ولی من بی خیال این قضیه نمیشم. خدا قوت. آقا ساواش، برای شام نون آوردم، تر و تازه و داغ داغ. منم شلغم دارم، یه جعبه است، اونم تر و تازه. باشه، شلغم هم خوبه. چه کنه ای تو؟ چه کنه ای آخه؟ بیا مثل دو تا آدم بالغ حرف بزنی. برو به هر کی گفته من آدمم سلاممو برسون. ببین شیردل، به من گوش کن، بذار حرف بزنم، بعدش تصمیم میگیری میخوای مصاحبه کنی یا نه. ببین، خوب گوش کن ببین چی میگم. 10 سال شب و روزمو پای این کار گذاشتم، جون کندم. آخر سر به خاطر یه روانی همش نابود شد. منم الان باید همه چی رو از صفر شروع کنم. ببین خواهش میکنم، من به این مصاحبه احتیاج دارم، وگرنه 10 سال زحمتم به باد میره. الان 29 سالمه و یه زن افسرده و بدشانسم، میفهمی؟ به من چه؟ اگه این کارو بکنی چی از دست میدی؟ من هیچی واسه از دست دادن ندارم. ولی من دارم. خب بازم به من چه؟ یعنی چی به من چه؟ یعنی چی به من چه؟ به من چه یعنی چی؟ نمی کنی نکن بابا، اشتباه از منه که میام از تو خواهش میکنم. مثل یه احمق خودمو کوچیک میکنم. تازه نون برات آوردم. بی تربیت، بی نزاکت، خرسی دیگه خرس. آدم نیستم اگه یه بار دیگه پامو بذارم اینجا. خدا نصفم کنه اگه یه بار دیگه بیام. میفهمی چی میگم؟ خیلی ببخشید مزاحم شدم. ماشینم تو گل گیر کرده، کمک میکنی؟ کمکم میکنی؟ آره؟ یه لحظه وایسا. ببین اگه میخوای با تناب بکشیم بیرون، این راهش نیست. گاز بده. حرف بدی نمیزنم که، واسه خودت دارم میگم. گاز بده میگم. پخش بین المللی زبان فارسی از موبیتس مدیا انترتینمنت. در اومد آیلیه، دمت گرم بابا، واقعا که شیرزلی. حالت خوبه؟
خاص از ممنونم. من کاری نکردم. فقط دیگه این ورا نیا خب؟ عمرن اگه تسلیم بشم شیرزل هنوز نشناختی. جانم ماما جان. منم هولیا. تو من انداختی بیرون، منم اومدم پیش مامان شکایتتو بکنم. واسه چی مادرم رو وارد داستان میکنی؟ تو چته؟ راحتش بذار. وایس الان خودم میام اونجا. خیلی خوب منتظریم. الان میاد. معلومه که میاد. حال نزاکت به خدا خونتون خیلی قشنگه، گرم و صمیمیه. قشنگه مگه نه؟ ساواش کرایه کرد که به بیمارستان نزدیک باشم. کسی ندارید بیاد کمکتون کنه؟ مگه میشه نباشه دخترم؟ دختر خواهرم میاد سر میزنه. ولی اونم رفت بلغارستان، پدر شوهرش مریض احواله. بله دور باشه تفلکی. چیزه، شما چرا با ساواش زندگی نمی کنی؟ دخترم اون زندگی تو شهر رو دوست نداره. منم نمیتونم تو روستا زندگی کنم. ولی باور کن هر روز میاد. چه خوب، چه خوب. دخترم میدونستی من همه یه برنامه های تو رو میبینم. چی میگی؟ زنده باشین. ولی راستش از نزدیک خیلی زیباتری عزیزم. خجالتم ندی. دخترم من به عنوان یه زن به تو افتخار میکنم. همینطوری ادامه بده باشه. ممنونم. از دست پسرم دلخور نشو دخترم. اون یکم دیوونه از زود جوش میاره. ولی باور کن دل مهربونی داره عزیزم. آره. با اینکه کم چیزه ولی شناختمش. بچه خوبیه. خیلی خوبه. همینطوره. آره. برام یکم آب میاری؟ حتما. وقتش داروامو بخورم. ای وای خوب شد نشکست. نه نه چیزی نمیشه. ممنون. نوشی جونت. ممنون دخترم. خوش اومدی پسرم. خوش باشی مامان جون. خوش آمده شما مان. روز چکاپته؟ پسرم مهمون داریم. یه خوش آمدی چیزی بگو. من اینطوری تربیتت کردم. خوش اومدی. خیلی ممنونم. مامان جانم پاشو بریم بیمارستان عزیزم. بذارید کمکتون کنم. ممنون دخترم. من کتمو بردارم. عجله نکنید. بیمارستان کجا از خیلی دوره؟ خاله نزاکت گفت یه ساعت راهه. خاله نزاکت کیفتون رو خودم براتون میارم. پسرم عزیزم من حال ندارم. میشه نریم بیمارستان؟ نمیشه که مادر من. باید بریم بیمارستان. حتما باید بریم. وای زانوام درد میکنن. من چطوری از پله ها بیام پایین؟ این چه حرفیه میزنی مادر جان؟
زود باش بپر رو کولم بریم، بیا. خدا خدا یا توبه استغفر الله، مگه میشه پسرم که همه رو درد میگیره؟ آخه اینجوری نمیشه که. حتما بریم بیمارستان، پس حرف نزن. آی پسرم، آخه چطوری میخوای منو ببری؟ بذار در رو باز کنم. آی خدا پسرم که همه رو درد میگیره. مامان بیا. آی پسرم حواستو جمع کن، یواشتر. حواسم هست ماما. دقت کن. دستم بگی ماما، بیا. میخوای کیف رو بدی به من؟ نه خودم میارمش. آقا سفاش باور کن دوست داشتم خبر خوبی بدم، ولی روند بیماری این اجازه رو نمیده. یعنی چی دکتر؟ بدن نزاکت خانم به روش درمانی جدید جواب نمیده. باشه خب، به یه روش دیگر امتحان کنی دکتر، هر کاری لازمه بکنی. ببین سفاش جان، باهات روک حرف میزنم. سرطان بیماری خطرناکیه و متاسفانه الان به درجه 3 رسیده. یعنی برای نجات مادرت دیگه علم پزشکی کافی نیست. یه داروی دیگه است که باید هر روز بهشون بدین، ولی خیلی گرونه و از خارج کشور میاد. باور کن نمیخواستم اینطوری مطرحش کنم، ولی هر جوری حساب میکنم باید تو یه ماه 100,000 لیر جور کنی. صد هزار لیراره؟ حداقل. یه روز درد یه هم میاد و یقتونو میچسبه. وقتی که در مورد مادر حرف میزنیم کلمه ها کم میارن. واسه یه لبخند مادر دنیا رو با آتیش میکشی. آقا سواش، آقا سواش، چی شده؟ شرمنده، ولی من نمیتونم اینو قبول کنم. این مدال برام خیلی ارزشمنده. وقتی تو قهرمان اروپا شدی، ما از خوشحالی گریه کردیم داداش. خب خوبه دیگه، اگه ارزشمنده بذار پیش خودت باشه. استاد، خیالت راحت باشه، برای من ارزشمنده، ولی این مدال باید دست خودت باشه. خدا پشت پناهت. مادرم مستاجره، کلبه منم مفت نمیارزه، دیگه نمیدونم چی کار کنم. یعنی چی نمیدونم؟ کاری که بیشتر از همه بلدی انجام میدی سواش. بوکس. بابای من کشتیگیر بود، زودم مرد.
سکته کرد. از اون موقع مجبور شدم خودم کار کنم. جمال کاماجی، محمد علی، اینا اسطوره هم بودن. کار خدا شد وارد رینگ شدم. تو همه مسابقه ها یه درسی به رقبا میدادم. با یشی من تو دانشگاه آشنا شدم. یه جورایی عشق تو نگاه اول بود. شبی که قرار بود مسابقه بدم شد نقطه عطف زندگی. کسی که مشت نخورده باشه فکر میکنه مشت خودش مثل پتک میمونه. اون شب اینو فهمیدم. عشقم برنده شدی؟ عشقم دعاهات گرفت. دارم با مدال قهرمانی میام پیشه. دولمه هم آمادن یا نه؟ من دولمه میخوام. دولمه هات هم آمادن قهرمان من. کی میرسی؟ 45 دقیقه دیگه میرسم. یشیم! کمک کنید! کمکم کنید! آمبولانس خبر کنید! به خاطر غرورم یشیمو از دست دادم. اگه پیشنهاد باخت تحسین کارا رو قبول کرده بودم زنم هنوز زنده بود. اما مادرم جلومو گرفت، گفت سرم اگه غم تو رو ببینم دیگه طاقت نمیارم. نمیتونم ثابت کنم ولی شک ندارم یشیمو کشتن. کار تحسین کارا و آدماش بوده. غافلگیر شدین. خب آقا ساباش، چیز دیگه ای نمیخواید اضافه کنید؟ چرا؟ تحسین کارا داری از بچه های کوچیک سوء استفاده میکنی. یکی رو بوکسور میکنی، یکی رو تبدیل به بادیگارد میکنی. از همینجا دارم اعلام جنگ میکنم که آمادم با هر بوکسوری که تو بگی مسابقه بدم. من شیردل جنگلی هم. ما عقب کشیدن بلد نیستیم. اینو یادت نره. خبر فوق‌العاده‌ای. خیلی ممنونم امید خانم. هولیا، هیچ مدرکی این وسط نیست. فقط یه بوکسر قدیمیه که میگه تحسین کارو زنمو کشته. ببخشید 728 یعنی چی؟ شماره ی اخباری که قرار نیست پخش بشن. امید خانم، من میگم میخوام کارم رو انجام بدم، شما میگی نکن. به نظرم این خیلی مزخرفه. اگه من نباید خبر تهیه کنم و نمیتونم این کارو بکنم، دارید بیدلیل به من حقوق میدین. این کارو نکنین، بهتر من استعفا بدم. هولیا صبر کن. داری احساسی تصمیم میگیری. داریم از تحسین کارا حرف میزنیم. تحسین کارا. قربان، جناب مستشار پشت خطن. بگو مستشار. آره بابا خوبم. زود باش. بین الاخرشو بگو. اگه من بهت نگفتم اون زمین مال من میشه. از این خبرها نیست. گفتم از این خبرها نیست.
یه هفته بهت وقت میدم. یا اون زمین مال من میشه یا خانوادتو فراموش میکنی. این فیلم چیزی نداره که بتونیم آبروشو ببریم؟ داره داداش، چه جورم داره. خوبه، پس با اون فیلم تهدیدش کن کارو بندازه جلو. وای خیلی خوبه، من عاشق این حق بازیام. به خاطر من بیکار شدی؟ نه بابا، این چه حرفیه؟ همه رو اذیت میکنن، زیاد مهم نیست. اولیا الان چی کار میکنیم ها؟ خب الان باید چی کار کنیم؟ اون خبر رو پخش میکنیم. یه سایتی بود که خیلی وقتی میخوان با من کار کنن، از طریق اونا فیلم رو پخش میکنیم. بخش اول، بازگشت شیردل جنگلی به رینگ. بخش دوم، اعترافات تکان دهنده شیردل در مورد تحسین کارا. این تجربه تلخو دارم که محتواهای جنجالی سری توی اینترنت دیده میشه. من شیردل جنگلیم، ما عقب کشیدن بلد نیستیم. در مورد این خبرنگاری تحقیق کن ببینیم دنبال چیه. میخوای نومان تاتوشو در بیاره؟ آره دیگه، اون بهترین آدم منه، بدون سوال و جواب کارشو میکنه. دخترم مثل دست گل میمونه، انشالله که خوار نداشته باشه. داداش، به هر اطلاعاتی که از دست این کارو داری نیاز دارم. نباید با اون آدم ها کلنجار بری، دنیای بوکس زیر دست اونه. ولی با تقلب تو رقابت سود زیادی در میاره. گمون نکنم ردیم از خودش به جا بزن. هرچی پیدا کنی به دردمون میخوره، هرچی پیدا کنی. حتما یه راه قانونی برای مقابله با این آدم ها هست. این پیشت باشه، قابلیت اینو داره که تا 4 ساعت فیلم و صدا ضبط کنه. آقای نونفروش، میگن آدم تک خور تنها میمیره، درسته؟ تو تک خوری نکن، بذار من تنها بمیرم. خدا نکنه. جناب خیلی خوش اومدین. به دوستم سلام نمی کنی تحسین؟ این با ارزشترین موجود تو زندگیمه. تو هم خوش اومدی آقا سگه سلام. بالاخره هممون سگه یکی هستیم، مگه نه تحسین؟ درسته قربان. تو هم بفرما آقا سگه. ببین تا 3 وعده دیگه مسابقه هست. شرط بندای پولدارمون بی صبرانه منتظرن. ببین میگه زود کار اون زمین رو حل کن که تا وقتی اون حل نشه نمیتونیم پولی وارد ترکیه بکنیم. در ضمن خبرنگارا خطرناکن. فردا صبح نزدیک ساعت 10 میام. یه بار دیگه خبر رو مرور میکنیم، بعدش پخشش میکنیم. باش.
شب ساعت 9 توی رستوران منتظرتم از طرف تحسین کارا. توی دنیا شخصی به این زیبایی باقی نمونده هولیا خانم. خیلی کار خوبی کردین تشریف آوردین. بفرمایین. ماشاءالله شما هم رئیس مافیا هستین. محافظای مسلح دارین و رستوران رو میبندین و حس میکنم همسر رئیس مافیا. کاش بودین. خیلی ممنون، من چیزی نمیخوام، فقط لطفا یکم آب برام بیارید. ممنون. با اجازه سری میرم سر اصل مطلب. هولیا خانم، من کسیم که ساواش ترک‌یلماز آدم کردم. از کوچه و خیابون پیداش کردم، اوضاعش خیلی خراب بود. من نجاتش دادم، بردمش کمپ، ورزشکارش کردم. به هم گفت داداش عاشق شدم، میخوام ازدواج کنم. منم دومالش کردم. اون چی کار کرد؟ چندین بار زنشو کتک زد و فرستادش بیمارستان. آخ 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 آخ، یه شیم مثل دستی گل بود. ولی خب ساواش روانی بود دیگه. فکر میکرد دختره داره بهش خیانت میکنه. یه شیمم طاقت نیاورد و خودشو کشت. الانم که وضعیت خوبی نداره. واسه این که دوباره برگرده دوتا مسابقه بده به من حمله ور شده مردک. بی ادب. با این که اگه بیاد پیش خودم علی‌رغم همه اتفاقاتی که افتاده حاضرم بازم بهش کمک کنم پول در بیاره. هولیا خانم باور کنید، ولی نه به خاطر خودش، بلکه به خاطر مامان نزاکت. ظاهرن خیلی مریضه بی نو. اینا همه روی خوش من بود هولیا جون. حالا بریم روی بدم رو ببینیم. اگه یه بار دیگه پا روی دوم تحسین کارا بذاری این زیبایی از دنیا کم میشه. این اتفاق میفته. ولی خودم کاری نمی کنم، اما من آدم محبوبیم. مثلا نومان میکنه. ببین چقدر آدم رو راستیم من. ساواش مزاحم که نشده. نه بابا این چه حرفیه؟ چیز آبی به چیزی میخوا برات بیارم؟ نه نه ممنون. خاله نزاکت جون نترس یه وقت، منم هولیا. خوش اومدی دخترم. ممنونم، به زودی خوب میشید انشالله. ممنون دخترم. ساواش خاله نزاکت یکم عرق کرده، اگه اینجا لباس دیگه ای داره بده عوضش کنم. ساواش چرا نگاه میکنی؟ بده دیگه لباسش. تو کماده پسرم. وای چقدر عرق کردی. وای سایه لحظه ببین دکمه ای چیزی نداره، بزن یکم بیاریمش بالا. نه خیلی خب، پس کمک کن دوتایی بلندش کنیم. در اومد. ساواش چی کار کردی؟ ماشالله به پسرم. خودش خراب بوده. بیا بیا خاله نزاکت جا بلش. خدا وای بذارید کمرتون رو ببینم، خیلی عرق کردی. دیشب تحسین کارا رو دیدم. تحسین کارا؟ چرا همچین کاری کردی اولیا؟ ساواش این کار منه، اولین بارم نیست میرم ملاقات کسی. ولی کاش این کارو نمیکردی دختر. ببینی این بیشرفا خیلی خطرناکن، نمیخوام بلایی سرت بیارن. قسمت جنایتشو پخش نکردم چون منم نمیخوام بلایی سرت بیاد.
اوریا ممنون که اومدی. این چه حرفیه؟ برو پیش مامانت، هوا سرده، برو تو. بذار تو ماشین باید بیام. نمیخواد، برو دیگه. اوریا خب آروم باش، چیزی نیست، آروم باش. رفتن دیگه اولیه، رفتن. آروم باش، خیلی خوب. آروم باش اولیا. بفرمایید جناب، یکی دیگه هم بخوری. مهمون مایی، بفرمایید. آخ آخ ای مستشار بیچاره. آخ آخ. کار من امروز انجام میشه؟ جوجوک اگه کارم امروز انجام شد انسولینشو بزن، اگرم انجام نشد همه ی شیرینی‌ها رو به خوردش بده تا بمیره. این چیه؟ سوپه. خیلی راحت حال تو خوب میکنه، بیا. خیلی خوب بارم چرم سوختم. داشتم میمرزم ها، ولی نه واسه تیراندازی. اونقدر محکم منو گرفته بودی که همه استخونام داشتن میشکستن. چرا انقدر دست سنگینه؟ ببخشید که نجاتت دادم. شوخی کردم. ساواش چی شده؟ یه سوال ازت دارم. تو قلبت واسه کس دیگه ای جا هست؟ نیست. بیخیال. تو هنوز یشیمو دوست داری؟ هنوز تو قلبمه. یکم به دست تکیه بدم؟ به دست تکیه بدم. خوب باشه. خبره برادر من؟ به من نگو برادر، من شیردر جنگلیم. Thank you.
سلام علیکم. جواز کن. سلاحاتونو بیارین پایین. خوش اومدین. آقا تحسین منتظرتون. تحسین کارا. به باق سباش. خبر میدادی داری میای، گاوی شطوری چیزی قربونی میکردیم، بد شد اینطوری، یهو غافلگیریمون کردی پسر. عبد شما یه سری اومدن استقبال. خب بگو ببینم آفتاب از کدوم طرف در اومده. دستمالت خالی شده. من نیومدم خوشو بش کنم تحسین. حالیم شد باز اومدی کاری بخونی. گوشم با توه. یه بار بهم خنجر زدی، دیگه بهت اجازه‌شو نمیدم. نزدیک حولیه نمیشی، بگرنه به خدا توبمو میشکنم، میشم کابوس شب و روزه. چه غلط ها، تو قرار کابوس شب و روزه منشی؟ از تو بزرگتر خدا رو دارم تحسین. میدونم. اینقدر به خودت مغرور نشو. خب بعدش؟ من اعلام جنگ کردم. چی شد؟ جواب ندادی؟ خب الان جواب میدم. یه مسابقه ردیف میکنم ولی ای والا ساواش، قرارمون یه ساعت دیگه تو پارکینگ کادیکوی. بیا پایین. وای خدا. پولشویی هنگفت را انجام میشه. میتونیم ثابت کنی؟ تا وقتی مجبورش نکنیم اعتراف کنه اثباتش خیلی سخته، ولی یه دوستی دارم که توی اداره کار میکنه، باش قرار گذاشتم و به هم قول داده که کلیست از زمینایی به هم بده که خرید و فروششون مشکل داره. هم خودتو هم ماشینتو خیلی دوست دارم، گفتم که بدونی. همینه بزن، حواست تو جمع کن. چپ راست، حالا بزن. خوبه. چپ راست، حالا. زود باش. سری کار، سری. خوبه، خوبه، ادامه بده. چپ راست، چپ راست. خسته نباشی جوونا. استاد خسته نباشی. خسته نباشی. خوش اومدی، حالا سواش. تو که بوکسو گذاشته بودی کنار. شما به کارتون ادامه بدین. زود باشید. خوبه. چپ راست. خوش اومدی شیرده، اینجا چی کار داری؟ پول لازمه. اون چیه دستته؟ همشو فروختم، فقط همین مونده دستم. چرا یه خبر ندادی پسر؟ برای اون مدالا زحمت کشیدی، تلاش کردی، دعای میلیون ها آدم پشت اون مدال هاست. عیب نداره، بازم جمع میکنیم استاد. همینه، بزن، بزن، خوبه، خوبه، بزن راحت و برق، بزنش، بزنش، بزن راحت و برق. خوبه، همینه، بزن، بزن، بعد راست.
بسه یه خط کمان بزنه. سمت چم خوبه، درسته، همینه. خوبه. کوین تامسون بهش میگن سلطان مشت. 45 بار مسابقه داده، 31 بار برده، 14 بارم ناک اوت شده. بعدی؟ تامی دیکسون ملقب به کوسه، 47 مسابقه داده، 47 برد داره، 40 تا ناک اوت، باختم نداشته، یه روانی تمام عیاره. این مسابقه قرار خیلی جنجالی بشه. بوکس دنبال هاشی هست، پولان تو حاشیه سازی. نهم ژانویه، شنبه شب، قرار مسابقه بزرگی بشه. سالن پر از آدم میشه. شیردل به رینگ برگشته و رقیبش خانم ها آقایان تامی دیکسون. تلویزیون پخش بشه. میدونی من از هیجان میمیرم، چون قراره بد جوری کتک بخوری. میدونی اولیا یه گوشه گریه کنه، استاد فاروق از همون اول هولر میندازه تو رینگ. وایسا وایسا، حالا بزن بزن. و در نهایت شیردل کف زمینه. تاریخ داره دوباره تکرار میشه آقای ساباش ترکیلماز. چهار چشمی منتظر اون روز باشه کوهم. منتظر باش اگه این که تو خواب ببینی. آله باله یه میارون بوزدارم چزلیار عشقه مبارک. ممنون که اومدی ساباش. ممنون که دعوت هم کردی. آهنگ مورد علاقمه. میدونی خیلی فوق‌العاده‌ای؟ من جدی داری میگی؟ موسیقی نه جدی میگم. بیا ساواش، باید یه اعترافی بکنم. حتی اگه دنیا به خاکستر تبدیل بشه، حس میکنم هیچ اتفاقی برای من نمیفته. پیش تو خیلی احساس امنیت میکنم. تو به هم قدرت میدی. میشه همیشه با هم بمونی؟ میمونم، ولی میترسم اونیا. دلم میخواد کنار تو نفس بکشم، ولی میترسم بلایی سرت بیاد. ساواش، من خیلی من همین الان باید برم. چی شده؟ پیام طرف کی اومده؟
داداش یاقوت، پلیس بازنشسته است. قرار بود یه سری مدرک در مورد تحسین کارا برام بیاره. در مورد تحسین؟ چیز دیگه ای هم بوده ازم پنهون کرده باشی؟ نه. من نمیخوام تو را دست بدم، اولیا. ساعت چنده؟ داداش یاقوت هیچ وقت اینقدر دیر نمی کرد. آبجی، این بسته مال شماست. زنده باد. اینا دیگه چی هست؟ اینا یعنی چی؟ آی بسر، آی سا. خوریه، چی شده؟ چی شده؟ داداش یاقوتو کشتن، داداش رو کشتن. چیه؟ چه خبر شده؟ بفرما قربان. از کجا درس کرده؟ اگه مدرک دیگه ای هم هست همه رو باید نابود کنین، فهمیدین؟ با خبرنگاره چی کار کنین؟ امیدوارم حسابی تنش لرزیده باشه، الان شیردل میگیرد زیر بالا پرش و دوتایی طولونشون قایم میشن. یادت بمونه وقتی جای شکار مشخص باشه بقیهش دیگه به مهارت شکارچی بستگی داره. دوم 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 همش تقصیر منه. بس دیگه، از این به بعد دیگه من پیشتم. واسه این که خم به ابرود نیاد جونم هم میدم. ببین، ما با هم اومدیم تو این راه، ما با هم همراه شدیم، هم مسیر شدیم. داریم با چی میجنگیم؟ ها داداش یاقوت، سر چی فدا شدم؟ یا باید باختو قبول کنیم بشینیم سر جامون، یا باید بیستیم جلوشونو به مبارزه ادامه بدیم. ما نه ناامید میشیم نه دشمنمونو شاد میکنیم. اولیا، دیگه باید پاشو خودتو جمع جور کنی، چون جنگ تازه شروع شده. قهرمانی We'll be right back.
لحظه اجازه ببین آقای کرجان. همگی خوش اومدین دوستان. فردا برای بوکس ترکیه یک شب تاریخیه. در این شب قهرمان اروپا، افتخارمون بوکسرمون سواش ترکیلماز در مقابل بزرگترین بوکسر آمریکایی تامی دیکسون با یه مبارزه با شکوه به رینگ برمیگرده. صد البته که برای این مسابقه تاریخی مکانی فوق‌العاده انتخاب کردیم. میدونستین این مسابقه بزرگ در ایستگاه قطار هیدرفاشا برگزار میشه و قرار 74 کشور به صورت زنده پخشش کنن؟ این دیگه نهایت تلاش من واسه کشورمونه. خب دوستان، اگه سوالی داری این جوابگو هستم. آقا تحسین، آیا بعد از اینکه ساواش ترکیلماز اعلام جنگ کرد این تصمیم رو گرفتین؟ چه سوال به جایی کردین؟ فوراً جواب میدم. ببینید دوستان، ما با داداش ساواش نشستیم صحبت کردیم و به توافق رسیدیم. یه سوء تفاهم کوچیک پیش اومده بود، همین. همچنان جوابگوی سوالای ورزشیتون هستم. خوش اومدی تامی. آیا از باخت در برابر ساواش میترسین؟ Are you joking? I'm Mike Tyson. Who is Savas? He's nobody. It's easy work. Your easy work. Trust me. میگه من مایک تایسون رو شکست دادم. ساواش که چیزی نیست. من ازش نمیترسم. ترکیه گلدینزده این چوک دیکتینز چکن نه اولده؟ تو ترکیه چه چیزی براتون جالب؟ میگه توقع داشتم شطور ببینم ولی شطوری وجود نداشت. به غیر از ساواش شطوری ندیدم. این زمون بسته چی میگه؟ داداش بهت میگه ترسویی. مردی که سرود ملی ما با کلمه نترد شروع میشه و با استقلال تموم میشه. حالا به حساب میرسم. برم کار. برم کار. برم کار. تامی تو آروم باش. خب دوستان، کنفرانس مطبوعاتیمون به پایان رسید. من میرم دستبوسی مادرم، میخوام ازش حلالیت بگیرم. باشه، منم مقالم رو بفرستم. آقا هاکان تو راهه، قراره که بیاد دنبالم. باشه برم. ساواش پر انرژی برو، قهرمان شو و برگرد. باشه. برو به سلامت. دم همه تو گرم. برو به سلامت. برو به سلامت. ممنون داداش. برو دم تو گرم. با مداد برگرد. ممنون. برو به سلامت. قهرمان میشی، من مطمئنم. خدا پشت و پناهت باشه. شک ندارم که قهرمان میشی پسر. خدا پشت و پناهت. آفرین. تو افتخار روستای مایی. مراقب باش برادر. مامان اگه بابا جای من بود چی کار میکرد؟ وقتی به دنیا آمدی خدا بیامرز پدرت رو بغل کرد و برد میدون اصلی شهر رو فریاد زد از این به بعد همه به پسر من بگن شیر دل. گفت اونم مثل کجا یوسف یه کشتی گیر میشه. ولی تو دم به تله ندادی. ولی عیبی نداره، مطمئن باش پدرت الان از اون دنیا داره تو رو میبینه. ببین پسرم، اگه
آدم های خوب به اندازه ی آدم های بد جسارت داشته باشن این دنیا عوض میشه. تو برو تو اون رینگ به کل دنیا قدرت ترکیه رو نشون بده. باشه؟ چشممون. همین برا زندگی شیر دل منه، مگه نه پسرم؟ برام دعا کن مامان. دعای من همیشه همراهت عزیزم. برو، خدا پشت و پناهت باشه. برو پسر. آقا ساواش، من باید یه چیزی بهتون بگم. چی شده؟ امشب مسابقتون رو تماشا میکنیم. میخواستم براتون آرزوی موفقیت کنم. قلبمون با شماست آقا ساواش. خیلی ممنونم. موفق باشی. انشالله هر کی بهتره برام بشه. ممنون دکتر. مادرم پیشتون امانه. خیالت راحت باشه. دکتر آلبای، لطفاً به پذیرش مراجعه کنید. دکتر آلبای. ساواش؟ به به، خوش اومدی داماد. کجایی پس تو؟ مسابقه دو ساعت دیگه شروع میشه. اومدن دیگه استاد. هولیا کجاست؟ اومده؟ نه. ای بابا، پس این دختر کجا؟ بی خیال هولیاشو، اون خودشو میرسونه. بزن بریم. دوتا؟ پنجتا. همینه، بزن قدش. آفرین مستشار، بالاخره موفق شدی. تو صندوق ماشینت یه هدیه هست. مبارکت باشه. انگار امروز روز خبرای خوبه. از این به بعد هر سال امروز رو جشن میگیریم. به خدا ججوک، تاریخ امروز یه جا بنویس. مبارکتون باشه هولیا جون. از همکاری باهات لذت بردم. نشون دادی لیاقت این پولو داری. نظرت چیه با هم یه چای بخوریم؟ توی سالن؟ باشه. پس بریم. ولی اگه تو هم موافقی این حرفا رو بذاریم کنار. میدونی من میگم بیا با من کار کن. تو زن باهوشی هستی، زندگی زیباست. منم تاجرم دیگه، فقط به قدرت پول باور دارم. شیردل بزرگترین بوکسور کشوره. هولیا بوکسور بزرگ یعنی پول بزرگ، ولی اول باید برگرده توی رینگ. زود باش، تو فقط مبلغی که میخوای و بگو. ۱.۵ میلیون لیر میخوام. پولمو که گرفتم میرم لندن. ۱.۵ میلیون؟ توقع بیشترشو داشتم، ولی نه همینم عالیه. قبوله. خب قراره از تو ماشین بهت تیراندازی کنن، ولی برای تو اتفاق نمیفته. نه تر چرا الکی بترس که باورپذیرتر بشه؟ اونجوری ساواش دیوونه میشه و میاد پیش من یکم کاری میخونه، منم مسابقه رو برگزار میکنم. نقشه خوبیه مگه نه؟ همین کار میکنیم. باشه؟ باشه. خب پس قبوله. قبوله. خیلی خوب. چرا داداش یاقوتو کشتی؟ هولیا جان، من به آدم ها اعتماد ندارم، مخصوصا به پلیس ها و خبرنگار. میدونی که یاقوت هم پلیس بود و هم خبرنگار، واسه همینم مرد.
دیگه اینجا کاری ندارم. پرواز دارم، باید برم لندن. ببین هولیا جون، یه تغییرات کوچولوی تو برنامه پروازت پیش اومده. اگه یه کاری میکنی باز تا ته اون کار پاش وایسی. غیر از اینه دوستان، تا پایان مسابقه ازت میزبانی میکنن. آره برات غذای دریایی آماده کردم، بعدش برو دسترتو توی لندن بخور. ولی قرارمون این نبود اولیا جان. آدم که از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه. دفعه پیش که به ساواش خان اعتماد کردیم چی کار کرد؟ زد زیر خولش. که خب توانشم زنه بیچارش پس تا تفلک. اگه الانم بزنه زیرش چی؟ باید یه توانی پس بده دیگه. شرمنده، ولی توانشو با تو پس میده. دعا کن فقط آقا سواش مسابقه رو توی راند هشتم به بازه. نوشه جونت. بذار باخت شیردلو ببینه، بعدش یه وزنه ببندن به پاشه بندازنش ته دریا، اسمش بشه هولیا دریایی. خاله نزاکت، من اومدم یه چیزی بهتون بگم. خب بگو دخترم. راستش خاله میخوام یه اعترافی بکنم. خیر باشه. خب تو مریض نیستی، یعنی هستی ولی مریضت انقدر که اینا میگن وخیم نیست. وقتی دکتر با یه نفر حرف میزد صداشون بهت گفتم مادر ساواش ترکیلماز یه مدت باید توی بیمارستان بستری باشه. دکتر باید بهش بگی داروا خیلی گرونن، بیمارستان نمیتونه از اینا رو تقبل کنه. دکتر اگه این قضیه جایی درز کنه، جای تا حالو کبدتو عوض میکنم دکی جون. منو ببخش خاله نزاکت، چیزی نگفتم چون ترسیدم یه وقت بلایی سرم بیارن. خدا منو مرگ بده. آه دخترم این چه حرفیه میزنی آخه؟ منو ببر پیش پسرم، زود باش. بایسا آروم باش، اینطوری نمیتونی جایی بری. دخترم دارویی آمپولی چیزی بده دردم کم بشه، بعدش منو ببر پیش پسرم. باشه. زود باش. باشه تو جایی نرو، اینجا منتظر بمون، من زود میام. خب باشه دخترم. ای خدا، خدایا بلایی سر پسرم نیامده باشه. خدا ما هم اکنون در ایستگاه قطار حیدرپاشا با این مسابقه که در 74 کشور به طور زنده پخش میشه در خدمتتون هستیم. در این مکان تاریخی که بیش از 100 سال قدمت داره، بوکسور ملی قهرمان اروپا ساواش ترکیلماز ملقب به شیردل جنگلی با اسطوره شکست‌ناپذیر و بی‌رحم آمریکایی تامی دیکسون ملقب به کوسه مبارزه خواهد کرد. این بازی فراموش نشدنی کمی بعد به همراه شما شروع خواهد شد. البته یادآور میشم که شما این مبارزه رو به همراه 500 مهمان ویژه که در حال حاضر در این سالن حضور دارند مشاهده خواهید کرد. پس منتظر باشید. باید با همه وجود مبارزه کنی. الان نباید به هیچ چیزی به جز رقیبت فکر کنی پسر. انتخاب یه حسه. تو ورزشکاری، باید منطقی عمل کنی. زود باش. گرفتی چی میگم؟ آتش! فکر کنم این صحنه رو قبلنم یه جایی دیدم، مگه نه؟ برو بیرون! استاد فاروق، بازم که داری جواب منو بد میدی. باید همه چیزو بهت یادآوری کنم استاد پیرکی. زود باش، مثل آدم برو بیرون. اشکالی نداره استاد. چه خبره شیردل؟ خوب تمرین کردی؟ من از روزی که زنمو کشتی دارم تمرین میکنم تحسین.
این حرف رو ول کن بابا. اگه واقعا زنتو دوست داشتی، اگه غیرت داشتی، تو الان میومدی انتقامشو میگرفتی مگه نه؟ ولی تو آدم این کارا نیستی شیردل، دلت خیلی نازکه. اگه میکاشتمت بازم عدالت اجرا نمیشد. اینقدر حماسیش نکن بیخیال. پشت این مسابقه 50 میلیون سرمایه خوابیده پسر. الانم مثل بچه آدم میری تو رینگ و توی راند هشتم میبازی، بعدشم با هولیا جون میری سراغ زندگیت، داری این همه پول به جیب میزنی، دیگه چه مرگت تو؟ اگه یه بار دیگه سر من شیره به مالی، یه نامه خودکشی دیگه پیدا میکنی. غافلگیری؟ هولیا الان پیش منه. آقای راننده، آقای راننده پسرم، لطفاً یکم سریع‌تر رانندگی کن، یکم سریع‌تر، مسئله مرگ و زندگیه، لطفاً سریع‌تر ما رو برسون. آروم باشین خاله جان. من مادر شیردلم پسرم. چی؟ واقعاً مادر شیردلی؟ بله. خیالتون راحت باشه خاله، میرسونمتون. آماده ای استانبول؟ بسیار عالی. معرفی میکنم اسطوره شکست ناپذیر آمریکایی در گوشه یابی رینگ، کوسه تامی دیکسون. بوکسور آمریکایی تا امروز هیچ کدوم از رقیبارش رو شکست نداده، ولی میخوام خاطر نشان کنم تا به امروز با رقیبی مثل ساواش تورکیلماز روبرو نشده. این قهرمان جهان پس از قهرمانی در WFB تمام حریفانش رو شکست داده و عنوان قهرمانی رو حفظ کرده و الان در مقابل بوکسور ما قرار گرفته. دوستان باید بگم که مسابقه نفسگیری رو خواهیم دید. اون پس از برد‌های متعددش در سال 2009 به سرسختی، جذابیت و جنگجویی معروف شده. و همکنون در گوشه قرمز رینگ، ببر ترک شیردل جنگلی سواش ترک یلماز. ترک یلماز داره میاد، دهسه بی نظیریه، هیجان تو سالن به اوج خودش رسیده. به هم بگید که آماده ای استانبول. وای خدا، حالا ببین چه مسابقه‌ای بشه. آبجی اولیا چی؟ ولی واقعا دمت گرم، با یه عالمه مرد طرف شدی و 1.5 میلیون گرفتی و رفتی کنان. خبرنگار که میگن همینه دیگه. آبجی چیه؟ به نظرت کی بازیو میبره؟ من از کجا بدونم؟ هر کی میخواد ببره. اصل بردو من کردم. من داورم، باتون یکم حرف دارم. همیشه باید به اخترام توجه کنید. قوانین به این صورته، باید از سرتون در مقابل مشت محافظت کنید. وقتی میگم جداشین، بدون معطلی باید این کار انجام بدین و یادتون نره از قوانین پیروی کنین. حالا دست بدین. اگر دست ندید مسابقه شروع نمیشه، پس دست بدین. این تصویر گویای همه چیزه. واقعا باید برم دستشویی، دیگه نمیتونم تحمل کنم. بیاییم ببرم انتون. ممنون. از این. با هم که قرار نیست بریم. برو بیرون دیگه. آه.
حالا من چی کار کنم؟ خدایا این پیشت باشه، قابلیت ضبط فیلم و صدا رو داره. چرا داداش یاقوتو کشتی؟ من به آدم ها اعتماد ندارم ولیا جان، مخصوصا به پلیس ها و خبرنگارم. یه لحظه گوش کن، با یه تعقیبم کنی باشه؟ اینو بگیر، این سیگنالو میگیره، اینم ارسال میکنه. کسایی که راحت داداش یاقوتو کشتن معلوم نیست سر من چه بلایی میارن. داداتا پنجتا داداتا پنجتا بزن ببینم قهرمان من. ساباش ترکیل ماز با 28 بار تا دو باخت که باختاش اغلب در شروع فعالیتش بوده 21 بارم ناکد شده. تو 20 رقابت آخرش هم شکست نخورده. خانم ها آقایان، شیر دل جنگلی اول. پس از 5 سال وقفه شاهد یک بازگشت فوق‌العاده از ساباش ترکیل ماز هستیم. زود باش سواش، از شادی ما رو به گرگه بنداز. بعد از فسده در مدر زنگ و سابقه شروع شد. قلبم داره تانتان میزنه. در لحظات اول مسابقه هستیم. هر دو بکسور خیلی محتاط هستن. تامی دیکسون مبارزه رو بسیار قدرتمند شروع کرد. مشتای محکمش رو فرود بیاره. خودتو بکش کنار. ببین چطوری داره میزنتش. بعد به خیلی چیز بروکس رو کتک بخوره. ساباش ترکیل ماز معلوم نیست چی کار میکنه. الان شروع میکنه، پشت سر هم مشت میزنه. واشید واشید بسید دیگه جدا چی. داور انگلیسی لینکلن لوئیس دیگه ضربه نزنید و راند به پایان میرسه. فعلا همه چی به نفع تامی دیکسونه. باید ببینیم در راندهای بعدی ساباش میتونه جبران کنه یا نه. میکنی پسر، هدف چیه؟ تو تکنیکی بلدی که من خبر ندارم. نه دارم برای کتک خوردن تنگ شده. جمع کن خودت، مثل قهرمان باش. تامی دیکسون هیولای ناکوت شناخته میشه. اولیا خانم کجا موندی؟ فکر کردم نمیای. ترسیدم. اومدم دیگه داداش، اومدم. گاز بده، گاز بده. اولین مسابقه زیبا به پایان رسیده. چی کار کردی؟ همه چیو ثبت کردم، همه چیو. بدبخت شدی تحسین، کارا نابودت میکنم. من نمیفهمم این چه کاریه داداش ها؟ اصلا باورم نمیشه. چکو گرفتی؟ گرفتم. اینو ببین، قشنگ نگاه کن، آدم ها واسه این همدیگر رو نابود میکنن. خود آدم ها حروم خور نکنه. واقعا دمت کرد. ببین منو، این تامی میدونه مسابقه ساختگیه دیگه. قربان، اون مال این حرفا نیست، کارشو میکنه، فقط کتک کاری بلده. راند دوم شروع شد. ساباش ترکیل ماز گوشه رینگیر کرده و تامی دیکسون آمریکایی با مشتای متعدد داره قهرمان ما را از پا در میاره. اون فقط در حالت دفاعه و بالاخره یه هوک فوق العاده تامی دیکسون بیافته رو تراب. کارش محشر بود. آره همین، قهرمان تو قهرمانی. همینطور یه دومه بده. آفرین پسر، آفرین. باش به سمت شرکت نمی کنه، خیلی عجیبه. زود باش دیگه، چقدر یواش میری. خودشه، من اینا رو اینجا آپلود میکنم. خب یه نسخه ازش تو اینه، اینو ببر کلانتری باشه، بده به مدیر جمال. خیلی خوب. خیلی خوب، به جمع ساباش. زود باش پسر. تامی دیکسون ساباش رو گوشه رنگیر انداخته و با مشتای پشت سر هم داره به ساباش چیره میشه. بکش کنار خودتو. بس خودتو بکش کنار پسر. نه، یه مشت باور نکردنی میزنه. باید ببینیم چه ساباش میتونه خودش رو جمع جور کنه یا نه. یکم سریع تر برو دیگه، خواهش میکنم، عجله کن. گاز بده، گاز بده دیگه. داریم به دقایق پایانی نزدیک میشیم. مشتا داشتن تو هوا رد و بدل میشدن که زنگ صدا در اومد. آهای بس کن. بس کن. یه مورزه کردنه.
منسکا بشین. میتونی حسابش رو برسی؟ آره. معلوم است چی کار داری میکنی؟ این چه مدل مبارزه کردنه؟ میری جلو و چک میکنی؟ چطور میخوای برنده بشی؟ عقلت از دست دادی؟ تکنیک به کار ببر، کاری که بهت گفتم انجام بده. میشتوی چی میگم؟ همه اون چیزایی که بهت گفتم و باید اینجا استفاده کنی پسر. میفهمی چی میگم؟ حواستو جمع کن. پخش بین المللی زبان فارسی از هویس مدیا انترتینمنت. خدایا ازت خواهش میکنم برسیم، ازت خواهش میکنم لطفاً برسیم. دو دقیقه دندون رو جگر بذار، این مسئله ملیه. بذارم زود باش، برو جلو، نمیتونی سریع تر بری؟ آروم باشین خاله جون، آروم باشین، میرسیم. حالا با صدای زنگ راند سپام شروع میشه. خوبه. تامی دینگسون در حال حمله به رقیبشه. الان سواش ترکیم باز در حال گرفتن رقیبشه. واسه چه گرفتتش؟ باید ولش کنه. بیاین کنار، جدا بایستین. باید به جنگی، مبارزه کن. یکم سریع تر برو پسرم. وای انشالله میرسیم، خیالتون راحت. تامی دینگسون داره حمله میکنه و یه ضربه از سمت چپ، یه ضربه یه سهمگین سواش ترکیل با برگرد سر جان، یک شروع میکنه به شمردن. سه سواش لسفت بلند شد. دود باش شیرده. شیش ها حالا بلند میشه. این عالیه، مسابقه اعزامه داره. خوبی؟ آفرین پسر، آفرین قهرمان، آفرین. زود باش سواش. سواش دوام بیار، داریم میان. پسر داریم میرسیم. تو رو خدا یه ذره تونتر برو، خواهش میکنم. تامی دینگسون رقیبش رو گوشه که رنگ انداخته با ضربای قوی شد سر سواش برو میاره. دیگه نزد کافیه. زنگ به صدا در اومد و راند به پایان رسید. چه شده تو پسر؟ چرا نمیزنیش؟ حالا هر اتفاقی بخواد بیافته میافته. قلبمون داره به سرعت میزنه. همه چی همونطور پیش میره که میخواستیم. رسیدیم به راند چهارم و بازم باکسر آمریکایی تامی دینگسون مثل رعد و برق حمله شو شروع کرد و بازم سواش میافته گوشای رینگ. سمت راست برو، سمت راست. یه رانده حساس دیگه شروع شده. من نمیفهمم چراغ سبز چرا وایستادی. زود باش شیرده، زود باش سواش ترکیل باز. چی کار داری میکنی؟ سواش ترکیل باز میره سراغ هری. حرکت کن، چرا فقط داری دفاع میکنی؟ تو باید این کار رو داری دیکسان با مشتای پشت هم دوباره حریفشو میذاره و شیرده رو گیر انداخته. از تکنیکایی که بهت یاد دادم استفاده کن. دو تا مشت از شف و راست حسابی سواشو گیج کرده. آه اینه بسر چپ راست. تامی آمریکایی یه مشت راست میزنه. تامی دیکسان داشت سواشو شکست میداد. سواش به سختی میتونه بیسته، هنوز نیفتاده، اما تا مرز افتادن پیش رفت. سواش ترکیل ماز.
تو میگن ساوش کافی ما. ساوش تو چت شده ها؟ داری چه غلطی میکنی؟ چته؟ حالاً هیچ ضربه ای از سمت ساوش ندیدیم و این روند اصلاً خوب نیست. تابی دیکسون آمریکایی از باکس زدن خسته شده. الان که حوله بندازم. نه از ویسا. با یه مشت از پادر اومد گره؟ داری چه غلطی میکنی پسر؟ وایسه نمیتونید برید داخل. من مامان شیر دلم پسرم ولم کن لطفاً بذار برم خواهش میکنم. فاصلت حفظ کن. فاصلت رو حفظ کن. فهمیدی؟ فاصلت رو حفظ کن. ساوش پسرم. پسرم. صورتش رو نگاه کن. خدای من چرا اینجوری شدی؟ چوچوک. چوچوک. این زنه اینجا چی کار میکنه؟ سر و صورت داغون شده پسرم. من اینجام پسرم عزیزم. خب پسرم من قرار نیست بمیرم. برای تله گذاشتن پسرم. بهش بگو. آره راست میگه، راست میگه. نه ترس پسرم. خب ببین من اینجام. می جنگی یا نه؟ مبارزه می کنی؟ داور ازش پرسید می تونه ادامه بده یا نه؟ راند هشتم شروع شد. شیردل ادامه می ده. راند جدید با هیجان ادامه داره. تو این 3 دقیقه باقی مونده به خودت بیا ساوش ترک یلماز. اسمم ساوش ترک یلمازه. میگن آدم کم حرفیه. ولی من آدمی کم حرفی نیستم. دهنم بسته است چون من با مشتم حرف میزنم. مشتمم خفه کردن. آره همینه. با تو بچم برو. زود باش هاریا. زود باش بچم. بسرم بلند شو عزیزم. بلند شو ساوش ترک یلماز. خواهش میکنیم بلند شو. بلند شو پسر. 2 بلند شو پسر. 3 همانه بلند شو. 5 ساوش! یالا بلند شو. پاشو پسرم. پاشو. آره تو میتونی. یالا پاشو. پاشو پسرم. پاشو. خدای من بلند شد. ساوش ترک یلماز آروم آروم سر پا میشه. ساوش دوباره بلند شد. زود باش شیردل. این خوب نیست. این اصلا خوب نیست. مبارزه زود باش پسر. خوبه. حالی خوبی بود. همینطوری ادامه بده. همینطوری ادامه بده. برو توی برش. آفرین پسر. چپ راست. حالی پسر. های قهرمانی. کم نیاری. ادامه بده. خوبه. عقب نکشی. از تکنیک دست بده. آفرین پسر. آفرین پسر. زود باش. تو یک قهرمانی هستی. این ضربه رو بزن. چپ ضربه این. آفرین پسر. ناکام. چپ را. چپ را. دو تا میشه چند تا. آفرین. آره. همینه. همینه. خوبه. تو پسر خوبه. آفرین. یک. تا
تمام. دوباره رو متوقف میکنه. این باور نکردنیه. محشره. باورمون نمیشه. بیا. بزن قدت. اون قهرمانه. شیر دل جنگلی. آفرین، همین برازنده یه شیر دله. آره آفرین. خدای من، تو به سر خودمی. ما پیروز شدیم بینندگان عزیز. مشاجره های کنفرانس مطبوعاتی و فراز و نشیبای مسابقه همشون تموم شدن. رقبا هم دیگه را بغل میکنن. چه صحنه زیبایی. دفعه خودم نابودت میکنم. انگار یه نامه خودکشی دیگه لازمه. نابودت میکنم. باید به این نکته اشاره کنم که بوکسوری که تا الان شکست نخورده باشه نداریم. اونا بوکسورایین که هنوز با شیر دل مبارزه نکردن. این یه پیروزی بی‌نظیره. برنده این مسابقه که با ناک آوت به پیروزی رسیده، گوشه قرمز رنگ، ببر ترک، شیر دل جنگلی، سواش ترک یلماز. سواش عزیز، مسابقه زیبایی بود. حرفاتو میشنوی. از تمام کسایی که ازم حمایت کردن متشکرم. این پیروزی یه هدیه برای مردم ترکیه است. اگه آدمای خوب به اندازه آدمای بد جسارت داشته باشن این دنیا عوض میشه. شیر دل جنگلی. ماما جان گفتی پهلوان باید بره سرمانی، حالا ما رفتیم یه دونه بوسمونم نکردی. خیلی خب، هر دوتاتون رو فنا رفتی. هر دوتاتون رو نابود میکنم. هر دوتاتون رو این دفعه دیگه قطعی شک نکن. در واقع تو نابود شدی تحسین کارم. همه چی ضبط شده و یه نسخش هم تو کلانتریه. چی؟ نگو چی تحسین. مرده که نفهم. شو کرشی اینادا گچ کتر کتر بیری دین دردی سرینده تتر. Bu ayrılık bana ölümden beter. Geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni. Bu ayrılık bana ölümden beter. Geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni. Başta oturur bu güzelin derdi beni bitirir. Bu ayrılık bize zulüm getirir. Geçti dost kervanı eyleme beni.